خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خودش اعلام کرده که کشورهای غربی و همپیمانای اوکراین احتمال میدن که ایران به زودی موشک‌های بالستیکو به روسیه تحویل میده. توی یه گزارشی که توی روز دوشنبه منتشر شد، بلومبرگ به نقل از منابع و مقامات ناشناس خودش اشاره کرده که با وجود ارسال صدها پهپاد از طرف ایران به روسیه در جنگ علیه اوکراین، تحویل موشک‌های بالستیک میتونه تحولی نگران کننده به شمار بره. هرچند که منابع بلومبرگ به زمان دقیق تحویل موشک‌ها اشاره نکرد، یکی از مقامات به این خبرگزاری گفته که ارسال محموله ها ممکنه در روزهای آینده شروع بشه. توی ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر آمادگی ایران برای ارسال موشک‌های بالستیک منتشر شده و مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا هشدار دادن که همچین اقدامی با واکنش سریع و شدید همراه خواهد بود. بلومبرگ به نقل از منابع و مقامات ناشناس گزارش کرده که احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از طرف ایران به روسیه ممکنه باعث واکنش سریع متحدان اوکراین بشه. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، روابط مسکو و تهران به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی تعداد زیادی پهپاد و تجهیزات نظامی دیگه به روسیه ارسال کرده. با این حال، موضوع ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه از مدتی پیش مطرح شده. خبرگزاری رویترز در تاریخ 19 مرداد گزارش داده که یک گروه از پرسنل نظامی روسیه به ایران سفر کردند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک فتح 360 آموزش ببینن و انتظار میره که به زودی صدها فروند از این موشک‌ها به روسیه تحویل داده بشه. بعد از انتشار این گزارش، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده که خرید و فروش سلاح‌های متعارف بین ایران و روسیه هیچ محدودیتی نداره، اما ایران از نظر اخلاقی از انتقال تسلیحات به روسیه خودداری می‌کنه به دلیل اینکه این تسلیحات ممکنه در منازعه با اوکراین استفاده بشه. جمهوری اسلامی هنوز به گزارش بلومبرگ واکنش نشون نداده و این خبرگزاری گزارش کرده که وزارت خارجه ایران و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به سوالات بلومبرگ در این خصوص جواب ندادند. خبر احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه در حالی منتشر شده که روز دوشنبه پایتخت اوکراین هدف 16 موشک و چندین پهپاد روسی قرار گرفته و به گفته مقامات کیف 7 موشک به این شهر اصابت کرده. بلومبرگ گزارش میده که روسیه علاوه بر تمرکز به نیازهای جنگی خودش علیه اوکراین، به کمک‌های تسلیحاتی ایران و کره شمالی و فناوری چین وابسته هستش. این خبرگزاری پیش بینی میکنه که واکنش‌هایی مثل اعمال تحریم‌های بیشتر از جمله تحریم هواپیمای ایران ایر در قبال احتمال ارسال موشک به روسیه مطرح میشه. همچنین به گفته بلومبرگ، احتمالاً اعضای گروه 7 درباره نگرانی‌های خودشون در این زمینه با کشورهای خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. جمهوری اسلامی بارها ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین رو رد کرده، اما مقامات غربی و اوکراینی شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ایرانی از جمله پهپادهای شاهد به روسیه ارائه دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی اروپایی گزارش داده که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران سفر کردند تا آموزش‌های لازم برای استفاده از موشک‌های بالستیک فتح 360 رو دریافت بکنند و به زودی انتظار می‌ره که صدها فروند از این موشک‌ها به روسیه تحویل داده بشه. این گزارش که در شامگاه جمعه 19 مرداد منتشر شد به دلیل حساسیت موضوع اسم منابع اطلاعاتی رو فاش نکرده. تا حالا هیچ کدوم از مقامات اوکراین، آمریکا یا کشورهای غربی تایید نکردن که این موشک‌های بالستیک به زودی به روسیه ارسال خواهند شد. همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به رویترز اعلام کرده که در صورت ارسال این موشک‌ها از طرف ایران، آمریکا و متحدانش در ناتو و گروه 7 آماده پاسخگویی سریع و شدید خواهند بود. رویترز همچنین به نقل از دو منبع خودش گزارش داده که احتمالاً هیئتی از وزارت دفاع روسیه در تاریخ 22 آذر در سال گذشته در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در تهران قراردادی برای دریافت موشک‌های فتح و ابابیل به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین امضا کرده. بر اساس این گزارش، یک گروه از پرسنل نظامی روسیه به ایران سفر کردند تا با نحوه استفاده از موشک‌های فتح 360 آشنا بشن و تنها مرحله باقی مونده بعد از این آموزش‌ها تحویل موشک‌ها به روسیه خواهند بود. موشک‌های فتح 360 که به اسم موشک فتح هم شناخته میشن، از نوع موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد هستن که برد اونها حد اکثر 120 کیلومتر و کلاهک اونها 150 کیلوگرم وزن داره.
وزارت دفاع روسیه هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر توی این زمینه جواب نداده. با این حال رسانه‌های ایران به نقل از بیانیه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای خرید و فروش سلاح‌های متعارف بین ایران و روسیه وجود نداره و ایران از نظر اخلاقی از انتقال تسلیحات به روسیه به دلیل احتمال استفاده از اونها در منازعه با اوکراین خودداری میکنه. جمهوری اسلامی همواره ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده، اما مقامات غربی و اوکراینی شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ساخت ایران از جمله پهپادهای شاهد به روسیه ارائه دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارشناس نظامی اشاره کرده که با وجود اینکه روسیه خودش تولید کننده موشک‌های بالستیکه، دریافت موشک‌های فتح به این کشور این امکان رو میده که از زرادخانه بزرگتری برای حمله به اهدافی که دور تر از خط مقدم قرار دارن بهره ببریم. دو منبع اطلاعاتی که رویترز با اونها تماس گرفته زمان دقیق ارسال موشک‌های فتح از ایران به روسیه رو مشخص نکردن و اطلاعاتی هم درباره وضعیت قرارداد موشک‌های ابوبیل ارائه نکردن. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل یه بار دیگه به اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین واکنش نشون داده و اونها رو رد کرده. امیر سعید ایروانی در نامه‌ای که روز سه‌شنبه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد، بیانیه های نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه را غیر قابل قبول دونست. ایروانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آغاز درگیری های اوکراین در موقعیت بی‌طرف باقی مونده و این موضع اصولی رو همچنان حفظ کرده و به تعهدات خودش عمل کرده و به اونها پایبنده. مقامات کشورهای غربی ادعا میکنن که پهپادها و تسلیحات ایرانی نقش قابل توجهی در حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین دارند. آمریکا همچنین تاکید میکنه که استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ملیه. بعد از امضای توافق هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام بین ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 29 تیر 94 قطعنامه 2231 رو به تصویب رسوند. ممنون از اینکه تا پایان با یه برنامه دیگه از هاشیه نیوز همراه بودید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.